درست شبالان و مشه مراشای رضی یعقوب در ادامه بحث تفیلا و اختیار اقی انتخاب عرب و رخای مقادوش ایراد گرفته در مورد پاسخی که در بمیدبار یودالت کافتالین فرماد و عبدی کالب ایقه و شیر یا رو آخر دیمو و بنده من داوی کالب به خاطر اینکه روح دیگری با او بود. عرب ایراد میگیره که لازمه که بدونیم چرا ذکر نکرده مگر کالب رو، چرا اسمی از یهوشوع در این پاسخ نیاورده؟ همینطور منظور پاسخ چیه که میگه هایتا روح آخر دیمو بود روح دیگری با او، فکر دیگری با او؟ و همینطور ادامه پاسخ میگه و این ماله احرای و کامل بود به دنبال من و وعدی اوتی میارم اون رو با باب عطفی که در اینجا ذکر میکنه. و غزن توضیح پاسخ به این طریقه است که و عبدی کالب، دلیلی که من میخونم اون رو عبدی بنده من، اون به خاطر اینه که در ازای موزیست که بود روح دیگری با او. یعنی چی؟ که باوجود که یهوشوع هم توی گروه مرگلین بود و یهوشوع هم دو دچار اشتباه برای خلاف نشد و مانند سایر مرگلین مورد نفرت واقع نشد، با این وجود در مورد یهوشوع تفیلای موشه ربنو بود که مؤثر واقع شد و خلاص که او را از یسرارا و از قدرتاش که اونا مرگلین بودن که او را به اشتباه نندازن، چیزی که این شکلی نبودن بوده کاله که وارد شد در این محدوده خطر یسرارا و گروه افراد راشا و شروع کرد که رو اهراعا یه روح بدی، یه فکر بدی در وجود او ای تلنگر بزنه و دلیلش که کالب این ضرورت رو برای خودش دید که بره سر قبر آوود ابرام سای یعقوب از تو که در تورا اشاره میکنه که ویل خبرون و در مسیق سوتال همه داره همودود میگه تفیلا بخونه که رهایی پیدا بکنه و همینه که تورا میگه روح آخر دیمو روح دیگری با بود، در واقع اون روح راها این غریزه بعد و این وسوسه ساتان که در وجود او به تلاطم در اومده بود. با این وجود کامل مون به دنبال من توضیحی که هیشلیم اهر رسونویت بارخ به صورت کامل رفتار که به دنبال رضایت شد بارد، تا اینجا گفتار عرب و رخنه مقادوش است و مفسرین ایراد گرفتن چرا نرفت یهوشوع که تفیلا بخونه سر قبر آوود و به نظر میرسه که این نمیتونه جواب باشه که یهوشوع تکیه میکرد بر تفیلای موشه ربنو، فقط چون که موشه ربنو تفیلا خونه به خاطر او یهوشوع اصلا این احساس رو، این تحریک و وسوسه رو در وجود خودش احساس نمی کرد. این روح راها روح آخرته دیگه از طریق مرگلین در وجود او بیدار نشده بود. از دیگه نوشه آراب و رخای مقادش اونجا که نبود برای یهوشوع روح آخره روح راهای با او، برای که او رو منعرفش کنه از مسیر عقلانی. چرا؟ که موشه اونو من داشته بود، این قدرت تفیلای موشه ربنو همینطور تفیلای صدیقیمه که میتونم مانع بدی ها بشم. از اون جنبی که پاسون فرماد صدیق مشل به ایردشه، صدیقی که مسلط در ترس از خدا گذر از سوارخون مقیه. و دقت کن به همین خاطر موزکی شد کالب که خونده بشه عبد هشم عبدی کالب، همون لقب و کندیه که برای موشه ربنو هم به کار رفته روشهار و شالوم. و این کلمه عبد ما همه ادعا میکنیم ما بنده خدا هستیم، اما افراد معدودی هستن که خدا اونا رو عبدی بنده من قلمداد کرده. و از تمام اینها امکان پذیره که درک بکنیم بزرگی مسئولیتی که در خوندن تفیلا وجود داره.
ببینید تفیلای موشه ربنو تأثیرش انقدر است که یسراره رو از وجود یهوشوع دور بکنه. و آدم موظفه که تفیلا بخونه، چه در مورد خودش و چه اینکه مزکی بشه همچنین دیگران به اون لطف الهی و روح طهارت از اون عرش بالا، به خاطر که بتونن که غلبه بکنن بر یسارشون. در مجموعه نامه های آراب از اون ایش الگیمل صفحه 62 نوشته آراب اینگونه، چه در مورد اینکه انسان مالی رو کسب میکنه، ثروتی دارایی، این ایش در دلود سعی و تلاشه نیست مگر به عنوان انجام وظیفه پرداخت بدهی. واسه چارم که انسان فکر بکنه که این قدرت و نیروی من بود که برای من ثروت ایجاد کرد، عقل من بود، من درکش داشتم، من بودم، نمیدونم یا این شعور بابام بود که این ملک خرید، این کارو کرد، همه اینا واسه چارم یه جورای کفره. البته که تو راست آدشان میبرد که حواست باشه مبادا بگی کوی واسم یادی آسد فرعی عزه. همینطور سعی و تلاش برای خلاص کردن جان افراد از بدی ها، از اشتباه، این میسواست. اما لازم که انسان به خاطر داشته باشه که در توان ما نیست که هیچ کاری انجام بدیم مگر اینکه ما با اعمالمون دروازه های رحمت رو برمی انگیزیم. و کسی که تفیلا میخونه بسیار التماس میکنه برای خلاصی خودش، افراد دیگه از چنگال یه سرهار از که برای خدا برگردن تشوه کامل بکنن، این تأثیر رو داره. خیلی تأثیرش بیشتر از سعی و تلاش مادی است. همونطور که اعضای بدن انسان هر کدوم یک عملکرد خاصی دارن، چشم میبینه، گوش میشنوه، دست‌ها فعالیت انجام میدن، همینطور در یک جامعه هم همه مثل یک جسم محسوب میشن و افراد متفاوت مسئولیت‌ها و توانایی متفاوتی دارن. هر فردی لازمه که تو مسئولیت خودش سائی باشه و مسئولیت کسانی که اهل تورا هستن اگه زحمت بکشن در تورا حقیقتاً میتونن خلاصی و رهایی بدن بچه ها و جوان های بسیاری رو و افراد بسیاری از افکار گناه، افکار کفرآمیز و نظر اونها با فیض قداستشون که به این گونه وقتی که اونها خودشون قادش و طاهر می سازن، این بار مثبت تاثیرگذار روح طهارت در کل دنیا ایجاد میکنه. تا اینجا گفتار باز آرا و از اونیش هست. جمع‌بندی بکنیم، از این گفتارها نتیجه میشه که یک مسئولیت بزرگ وجود داره برای کسانی که اهل تورا هستن، چرا که به وسیله آموزش تورای اونها و تفیلای اونها وقتی که نیت میکنن در مورد برادرانشون که از راه تورا دور هستن امکان پذیره که به این شکل خلاصی و رهایی بدن افراد منحرف رو از اون کفرشون، از افکار گناهشون. و به ما این مطلب وابسته است که ما بخوایم تا خداوند تزریق بکنه به پاشه بر اونها آب طاهر، برای اینکه برگرد اونها رو به توبه کامل. و حقیقتا برای هر موضوعی لازم آدم تفیلا بخونه. نگاه بکنید کل کتاب تهیلیم همش تفیلاست. تفیلاست در مقابل یه سراره به خاطر ایرج شمعیم. موقعی که انسان در یک آزمایش قرار میگیره که یه سراره تحریکش میکنه گناهی انجام بده یا وسوسه‌اش می‌کنه به جنبه‌های دیگه، لازم که انسان استغاثه بکنه، راز و نیاز بکنه، عشق بریزه به درگاه خدا و از خدا کمک بخواد. و کسی که رفتار می‌کنه این چنین نشون میده که میل حقیقی او این است که طاهر باشه، می‌خواد به راه پاکی بیاد. همونطور که قبلا گفتیم عبالی طاهر سعیه اوتو کمکش می‌کنه و با این سعی و تلاشش حقیقتا راه زندگی و خوبی رو انتخاب کرده و مطمئنا اجرا خواهد شد در مورد او که لطف هشم هم مثل این اوتو شامل آرش بشه و او رو نجات بخشه.
در تهلیم 105 گیمل میفرماد یسمه لو مبخشی هشم شاد خواهد گشت قلب طالبین خدا. لازمه که انسان باشه طلب کننده خدا، مدام خدا رو صدا بزنه. مطابق گفتار پاسوخ دیر شو هشم و اوزو بقشو پاناو تامید، طلب کنی خداوند رو و قدرتشو، بخواید درخواست کنی روی او رو مدام تامید همیشه. و از همین خواستن است، این درخواست کردن است، چرا که این اختیار و انتخاب ما وابسته به میل ماست. و هرچقدر که این خواسته ای انسان بیشتر باشه، بیشتر از خدا بخواد، بیشتر و بیشتر مزکی میشه به رحمتهای هشم، به درک و فهم بالاتر که خداوند فیض میرسه بر انسان و طبق اون خصلت که خودش انتخاب کرده. کمتون که گفتیم عباری تغییر مثلا یه اوتو و که به این شکل یاری شده از جانب هشم در اون موضوع تا از دست یه سه عربه قریزه بعد و وسوسه های اون رهایی پیدا بکنه.